بینندگان عزیز، جلسه قبل که با استاد خراسانی بودیم در ارتباط با نکات خیلی زیادی صحبت شد که مستفید شدید. امروز در ارتباط با آخرین بخشی که اشاره ای داشتیم به اون که مبحث امام موسی صدر هست صحبت میکنیم و میخواستیم ازشون خواهش کنیم که نظرشون رو در ارتباط با مسئله به اصطلاح جمعیت شیعه در لبنان به طور کل و نقش امام موسی صدر در این قضایا و ارتباطش با مسائل سیاسی و مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر که خیلی غامض و خیلی جالب برای کلیه مسلمانان دنیا بلکه تمام جوامع دنیا. امروز برای ما شمیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از تشریف فرمایی شما در مرکز صلح و محبت در فیرفکس خیلی خوشوقت هستیم. ما رو سنترال فرمودید آقای دکتر و حضرت آقای ابوالفضلی حفظه الله کوشش میکنن، زحمت میکشن، خاطرات بسیار بسیار ارزشمندی از برای بینندگان و شنوندگان هست که واقعا اینها بایست از پشت پرده موضوع لبنان یا لبنان و حزب اللهی که امروز هست و قبل از اون حضرت آقای امام موسی صدر بودن و قبل از ایشون هم علمای بزرگی در جنوب لبنان بودن مثل آیت الله شرف الدین عاملی، سید شرف الدین از علمای بزرگ و داره کتاب‌های گوناگونی هستن و جنوب لبنان همیشه مرکز شیعیان از زمان ابوذر غفاری، ابوذر یا ابوذر والی لبنان بود در زمان خلفا که رومی ها رفتن و شامات را به دست اسلام افتاد. ابوذر اونجا بود و از ارادتمندان حضرت امیر بود و لذا آثار محبت اهل بیت در لبنان و در همون جنوب لبنان تا امروز از برکت ابوذره. لذا اونجا مرکز شیعیان بود و همیشه ایران و علمای ایران و سلاطین ایران نسبت به جنوب لبنان توجه داشتن و من یادمه که در زمان شاه محمد رضا شاه کمک هایی از برای ساختن بیمارستان، از برای مدرسه، مسجد، اینها حکومت ایران اصلا کمک میکرد به جنوب لبنان. برای خاطر اینکه وقتی که لبنان مستقل شد از دست استعمار قدیم عثمانی، فرانسه لبنان را قسمت کردن، شام را، دمشق را به انگلیسا و لبنان را به دست فرانسه. فرانسوی ها لبنان را قانونی براش گذروندن که در شمالش مسیحی ها زندگی می کردن و اینا مارونی بودن از مسیحی های فرانسه، ثروتمند بودن، اونجا در شمال زندگی میکردن، در وسط هم سنیان و بیروت و اینها، در شمال که باغهای زیادی بود شیعه ها زندگی میکردن، جنوب من در جنوب شیعه ها زندگی میکردن و شیعه ها حکومت لبنان طبق قانون فرانسه که گذاشتن رئیس الوزراء باید مسیحی باشه، رئیس جمهور مسیحی باشه، رئیس الوزراء سنی باشه و رئیس مجلس شیعه باشه. این از اون زمانی که استعمار فرانسه بود، خلاف دموکراسی، برای خاطر اینکه شیعه ها در جنوب جمعیتشون سه برابر مسیحیایی که در شمال بودن بودن. چرا اینا نباید رئیس جمهور انتخاب کنن؟ نه، قانون اینجوریه. برجن طولش ندیم، شیعه ها از اون زمان اونجا زندگی میکردن تا رسید به ایامی که آقای موسی صدر، امام موسی صدر از قم برای دیدن جنوب لبنان در ایام محرم اینها دعوت کردن و رفتن اونجا سخنرانی کردن، چسبیدن به ایشون مردم که آقا شما بمانید اینجا. ایشون هم خیلی خوش لباس، خیلی قد و بالای رعنا و شاداب و جوان پرکار موندن اونجا. وقتی موندن، البته چون خیلی وارد بود، هم با شاه تماس گرفت و هم با رؤسای کشورهای اسلامی مصر و لیبی و اینها تماس گرفت که کمک بکنن از برای
نیازمندی هایی که در جنوب لبنان هست، چون حکومت لبنان در اونجا توجهی نداره. این در واقع میبخشید میانخواهم شما همون زمانی که آقای باقری در واقع رئیس یه مؤسسه مصری بودن در لندن و بعداً به عنوان نماینده ایران احتمالاً در لندن منصبی بهش می‌فرمایید. من نبودم اون وقت لندن، این قبل از من. ولی آقای باقری بودن دیگه از طرف نه در لندن نه لبنان، ما در لبنان داریم حرف می‌زنیم. بله در لبنان آقای مسعود صدر رفت اونجا و تماس گرفت با شاه و با حکومت ایران و اونا کمک کردن و من جمله با قذافی هم که با همونطور که میدونید پول نفت یا مفتی رو داشت و هر جور برش خود خرج میکرد برای اعمال نفوذ در لبنان با آقای صدر کمک های کرد برای ساختن بیمارستان و خیابان و مدرسه و اینها کمک های کرد قذافی. اون وقت هم لیبی اینجور کمک ها رو خیلی میکنی کرد به کشورهای اسلامی. این جریان بود و اینقدر محبوب شد در لبنان که خود مسیحی ها هم به ایشان خیلی احترام میذاشتن و مسیحی ها میخواستن ایشان صدا بکنن، نمیتونستن بگن حجت الاسلام یا آیت الله یا چی بنویسن. به امام یعنی امام جماعت معروف بود، ما به علما نمیگفتیم امام، به امام جماعتی که در مسجد امامت میکرد به اون میگفتن امام جماعت مسجد فلان و ایشون چون امام مسجد بود مسیحی ها گفتن امام، هم آسون بود گفتنش هم یه مقامی بود محترمانه اینها، شد امام موسی صدر. دیگه حجت الاسلام سید موسی صدر نمیگفتن، امام موسی صدر و این لقب ایشون بود و معروف بود و خیلی محبوب پرویه هم سنی ها و هم مسیحی ها و در قسمت شیعه هم که خیلی احترام داشت. و من هم از همون زمان که من در نجف بودم و ایشون آمد به لبنان و بعد من ایران آمدم با ایشون در تماس بودم و آشنا بودم با ایشون، چون پدر من با پدر ایشون سید صدرالدین صدر در قم از علمای بزرگ بودن. وقتی که ما رفتیم به زیارت قم در سال 1324 اولین دیداری که از ایران کردیم بعد از جنگ، منزل آقای صدر ما وارد شدیم و مهمان بودیم، 10 روز اونجا بودیم. ایشون سه فرزند ظهور داشت. بله، حسین محمد رضا و حسین علی و حسین موسی. این بود که در لبنان بودن و فعالیت میکرد و در یکی از این فعالیت‌ها در جشن استقلال لیبی که قذافی مجلس میگرفت و دعوت میکرد و اینها، از ایشون و یک سکرتریشون که همه کار بود، ایشون هم روحانی بود، دعوت کرد که برن به طرابلس و با در فرودگاه لبنان ارتش مخصوصا به احترام آمدن و سلام گرفتن و ایشون که رد میشد فیلمش هست که با سلام احترام ارتش یعنی رسمی از لبنان، چون ایشون رئیس چیز شیعیان بود، حرکت کردن به طرابلس و دیگه بر نگشتن. یه روز، دو روز، سه روز، 10 روز خبری نشد. مردم لبنان جنوب مخصوصا شروع کردن به سرصدا کردن و پیغام دادن و اینها، گفتن برای اینکه ایشون از اینجا رفتن به ایتالیا. کجا ایتالیا؟ هتل فلان. رفتن از لبنان پرواز کردن رفتن ایتالیا، رفتن اون هتل دیدن بله چمدون ایشون لباساشون اینا اونجاست و خود ایشون نیست. یعنی چه؟ هتلی هم اظهار اطلاع نمی کرد، می گفت من اومدم اتاق گرفتن و به این نامو رفتن، دیگه ما چیزی ندید. فشار آوردن جواب نمی داد، قذافی بود دیگه. متاسفانه ایامی بود که انقلاب ایران هم یه ماه اتفاق افتاده بود، 20 روز اتفاق افتاده بود انقلاب ایران و خمینی آمده بود به ایران و قم بود و ایران احتیاج داشت به اینکه دوستانی رو درست کنه نه دشمن. نمیخواست بر بره به قذافی. قذافی هم خیلی پول داده بود از برای انقلاب ایران به قطب‌زاده و به یزدی و به بنی صدر و اینها، پولهایی رو داده بود از برای انقلاب که جعفرزاده که از محافظین خمینی بود کتابی نوشته و میگه که چگونه قطب‌زاده هر 2 هفته 3 هفته از فرانسه
ترابلوس سفر میفرستد به میره به ترابلوس، هم عزاده میره و هم جعفرزاده میره و چیزهایی تعریف میکنن از این که در چقدر پولا رو گرفتن، چند میلیون رو گرفتن اینا. ولی زا هم بعدم پسر آقای منتظری اون شیخ رضا، شیخ محمد رضا اسمش چی بود، چیزهای موزهی رو که محمد منتظری از چیزهای موزه رو برداشتن بردن ترابلوس، یه هواپیما از تابلوهای آنتیک و اینها بردن برای عوض اون پولایی که گرفته بودن، قرض گرفته بودن ظاهرا یا چی، بردن برای قذافی. و آقا خمینی دیگه حرفی نزد از اینکه موسی صدر کجاست، بر خاطر اینکه نمیخواست واسطش با قذافی به هم بخوره، ساکت بود، چیزی نگفت، نه روزنامه ها چیزی نوشتن، نه عکس العملی نشون دادن. بعد جلود که نخست وزیر قذافی بود، همون هفته اول انقلاب آمد به ایران و رفت قم. خمینی باش ملاقات نکرد، گفت تا اون جواب رو ندی که آقای مساسد چه شده، ما ملاقات نمی کنم، ملاقات نکرد باش. و جلود بدونی که ملاقات با خمینی بکنه برگشت به ترابلوس و این موضوع هم تو مسکوت مون. اخیراً 5-6 ماه قبل لبنانی ها ولکن نیستن تظاهرات باز کردن، قبل از این که سرصداها بشه در بیبی، قبل از اون یه 2-3 ماه قبل فشار آورده بودن که ما میریم سازمان حقوق بشر شکایت میکنیم فلان میکنیم اینا ولکن نیستیم. گفته بود نه من دستور ندادم ایشونو بکشن. من به وقتی که بحثی کردیم اینها اشاره کردم اینجوری که بره بیرونش کنن برن، نگفتم بکشن، اینجوری که کردم برن، اونا که بردن آقا رو کشتن، به من ربطی نداره، اینجوری اعتراف کرده که من نگفتم بکشن، من که اشاره کردم برن. در واقع قذافی کشته شدن امام موسی صدر رو صحه کرده، اما میگه خودم در اینش دست ندارم. اینجوری اخیراً یه دو سه ماه قبل این تن از قبلا اصلا کسی جرأت نداشت قذافی بپرسه حالت چطوره، یا موسی صدر کن یک دیکتاتور خونخوار کش اخلاق وقتی آمد در سازمان ملل، بعد از 20 سال که اصلا نمی آمد سازمان ملل، آمد سازمان ملل، نوشته هایی که داشت ازش میخون یک خورد خون نگاه کردید هیچ کی نی، برای خاطر که تمام کسانی که نشته بودن رفتن، اصلا 4-5 تا از نماینده های افریقا سیاه ها نشته بودن اون جلو، بقیه 170 نفر عضو سازمان ملل هیچ کی نبود، همه رفتن. این وقتی نگاه کرد کسی نیست، اینا این نوشته ای که داشت پرت کرد پشتشو، قرد کرد برگشت. یه همچین آدم عصبی و بی سواد مطلق و حق نداشته یک همچین مقامی رو 40 سال بگیره. منتها استعمار این چیزا رو سرش نمیشه، نفت بگیرن از این، پولم نصفه بهش بدن و پولا هم تو بانک خودشون باشه، بیلیون ها دلار تو بانک امریکا پول داره، کسی خبر نداره ازش. یه همچین حکومت هایی رو میخوان اینا. در خلال فرمایشاتون یه اشاره فرمودید به این قضیه که شاه به عمران جنوب لبنان کمک های زیادی میکرد. برگردیم به مسئله شاه و به طور کل بخواستم نظر جناب عالی بپرسم در زمینه این که خود شاه به طور کل رابطش با مذهب و با دین به زعم جناب عالی چه بود؟ آیا بدین شکل میتونیم مسئله رو تفسیر کنیم که ایشون واقعا از صمیم قلب یک مسلمان بود و به مسائل مذهبی و ارکان اسلام اعتقاد داشت اونچنان که میگفت، یا اینکه برای مردمداری و به اصطلاح حفظ شئون اسلامی که در قانون اساسی ایران هم خیلی روش انفساس شده بود، خیلی تاکید شده بود، فقط به خاطر حفظ ظاهر بوده این قضیه؟ من 100% همین مطلب دوم شما رو امضا میکنم و قبول دارم. و برای شرحش هم اینه که ببینیم محمد رضا شاه شرح حال زندگیش که بخونید، از سن حدود 12 سالگی فرسادن رفت سیبیس و وقتی هم که در 12 سال در ایران بود، زمانی بود که رضا شاه با مذهب و روحانیت و علما و اینا می جنگید و از بین برده بود همه آثار مسجد و منبر و روزه و همه اینا. لذا اون 12 سالی که در ایران بود اطلاعاتی نداشت، تماسایری نداشت. بعدم 5-6 سال در سیویس بود، اونجا هیچ اطلاعی نداشت و وقتی هم برگشت فرستادن در ارتش اینها، اون وقت هم باز اون
بالاترین نفوذ رضا شاه بود که باز هم روحانیون نفس نمیتونن بکشن. در ارتباط با همین فرمایش جناب عالی، اعتداد مساجد و اماکن اسلامی، مراکز اسلامی در ایران زمان رضا شاه یه چیزی حدود با ارقامی که فعلا در دست هست یه چیزی دور و بر 50 تا 60 هزار تا تخمین زده شده، ولی در زمان شاه بیش از مثل اینکه 200 هزار تا بوده. من شما در اروپا بودم و امریکا بودم، این شماره ها رو نه میدونم و نه قبول دارم و کسی هم نبود که این شماره ها رو بگیره و بنویسه و اینا. I don't know بهترین چیزی که بگم من اتر، ولی در این که مذهب و امور دینی و اینها محدود بود تردیدی نی. و محمد رضا شاه هم وقتی که سلطنت آمد و پادشاه شد، یادمه که یکی دو نفر از علما از قبیل آقای فیروزآبادی، مرحوم فیروزآبادی، مرحوم آیت الله بهبهانی، یکی دو نفر دیگه از علما هفته یه بار یه نیم ساعت یه ساعتی میرفتن دیدن میکردن و از امور مذهبی و اینها مطالبی رو میگفتن. ایشون هم همه رو میشنی منتها too little too late، لیکن بله ایشون بر اثر این که اونجا مذهب قدرتی داشت احترام میذاشت و میگفت اینها اینطوری. خورسن در ارتباط با به اصطلاح آماری که من خدمتتون گفتم، یه اشتباه کوچیک کردم فکر میکنم، در زمانی که رضا شاه ترک میکرد ایران رو یه چیزی دور و بر 2500 یا حدود 3000 مراکز مذهبی و مساجد وجود داشت، اما زمانی که محمد رضا شاه از ایران خارج شد آمارش هست که چیز دور و بر 250000 تا بود. ما نهایتا میخوایم به این نتیجه برسیم که آیا، البته جناب عالی فرمودید که قسمت دوم طرح بنده را صحه میکنید، ولی میخوام ببینیم که آیا واقعا در ارتباط با این مسئله نکاتی که شاه عنوان میکرد در مورد اعتقادات مذهبی خودش، من جمله در جایی گفته بود که در خواب دیده، در رویا دیده که جایی داره میفته، حضرت عباس ایشون رو گرفتن، و یا زیارت هایی که میرد و کارهای مذهبی که انجام میداد، آیا واقعا اینها از صمیم قلب بوده؟ چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم در ارتباط با همون آموزش ها و شکل گرفتن شخصیت این آدم فکر بکنیم که در خارج و در سوئیس بوده مطابق فرمایش خود شما، خب این آدم یه مقدار از دین بریده میشه، یه مقدار از به اصطلاح روند دین و تعلیمات دینی به اون شکل حادش که در ایران وجود داشت بریده میشه و دور افتاده میشه. در نتیجه شما فکر میکنید که این رابطه چجور عمل میکنه؟ به چه شکلی؟ نه همون عرض کردم من که اطلاعات ایشون بسیط بوده، ساده بوده، برای بعد از به سلطنت رسیدن اطلاعات رو به ایشون دادن مثل اون علمای بزرگ که میرفتن، ولی اون عقیده قلبی و دینی ره غیر از خودش کسی دیگه نمیدونه، از خارج بتونه بگه این متدین بوده یا نه، نماز میخونده یا نه، روزه میگرفته یا نه، این چیزا رو ما اطلاع نداریم. اما اون چی که میبینیم ده از ظواهر امر 80% خیلی به حساب با تمدن غرب و با زندگی غربی و با مشروب و با قمار و با عرض میشد و ورق بازی و که در ایامی که مصدق سر حکم بود و شاه خیلی کار نداشت نقل میکنن که غالب و اوقات مشغول بازی ورق با یکی دو نفر از دوستانش و اینها بودن و نه از نظر مذهبی مثل فرض بفرمایید مظفرالدین شاه که مسافرت میکرد سید و دعایی رو با خودش میبرد که دعاورش بکنه، نبود اینطور، اصلا چیز مذهبی نبود، ولی از برای اینکه پادشاه مملکته میخواد بره مشهد باید خب بره حرم زیارت بکنه، حالا تو حرم هم به شاید نقره ها و طلاها ها تماشا کنه تا اینی که توجه روحانیتی داشته باشه. به هر جهت نتیجه شما ببینی در میوش چی بود؟ میوش این بود که در ایران مذهب و روحانیون ضعیف بودن و لذا اینجور مردم عکس العمل نشون دادن و روحانیت اینقدر تقویت کردن بر خاطری که اونجا ضعف می‌دیدن. من این عقیده‌م، ولی خودم من مکرر هم در ایران و هم در انگلستان با شاه ملاقات داشتم و صحبت می‌کردم، احترام ایشون می‌کرد، مطالب رو خوب گوش می‌کرد
و انجام میداد توصیه هایی که من میکردم و نسبت به روحانیت بی احترام اینها نبود. من ازش همیشه احترام میدیدم و نسبت به علمای دیگه هم احترام میکرد، چون آدم فرهنگدار و به حساب متمدن بود، یه آدم عقب افتاده نبود که عقده ای داشته باشه از روحانیت و اینها. رضا شاه هم که اون کار کرد، چون رضا شاه بی سواد بود و اونا انگلیس ها که اردنش در کار میخواستنش که این کارها رو بکنه، برای خاطر اینکه انگلیس ها از روحانیت چه از میرزای بزرگ، میرزای بزرگ در سامورا که تنباکو رو ممنوع کرد صدمه دیدن، و از آیت الله کاشانی صدمه دیدن، و از آیت الله بروجردی و مبارزین علما خیلی اونا صدمه دیدن. لذا به رضا شاه دستور دادن که بایستی اینا رو بکوبی و از بین ببری، حتی عمامه هم کسی بدون اجازه حق نداشت سرش بذاره. این خیلی فرق داشت با محمد رضایی که آمده و حالا میخواد جبران مافات بکنه. برگردیم به نکته خیلی قابل توجه که ما در واقع فراموش کردیم در مورد قذافی. حرکتی که قذافی انجام داده در ارتباط با امام موسی صدر، در واقع این حرکتی است خیلی هماهنگ با خواسته های صهیونیست، به این دلیل که امام موسی صدر رهبر شیعیان جنوب لبنان بود و میدونیم که همیشه بین جنوب لبنان و اسرائیل درگیری های وجود داشته و خطر مهم و عمده ای بوده. امام موسی صدر که رهبر شیعیان بوده، در نتیجه صهیونیست مخالفش. چطوره که قذافی که دائما در تبلیغاتش و در عملکردش نشون میده که با صهیونیسم مخالفه، عملی رو میکنه که همساز و هماهنگ با خواسته های صهیونیست بین الملل؟ یا اون وقت جنوب لبنان در معرض خطری از نظر صهیونیستا نبود اون وقت، و صهیونیستا اسرائیل به این طرفا خیلی نیامده بود و چیزی رو از زمین های جنوب لبنان نگرفته بود اون زمان آقای موسی صدر. و آقای امام موسی صدر هم هیچ وقت در سخنرانی‌هاش و برنامه‌هاش اینها حرفی از ضد اسرائیل و بد گفتن به اسرائیل اونها هیچ نداشت. مرد زرنگی بود، میدونست که اسرائیل made in London و helped by America، در لندن درست شد و امریکا تقویتش میکرد. میگه دشمن ارگیری به قدر خیش گیر، تا توانی خود کنی اون را اسیر. یه همچین چیزی رو دشمن خودش نمیکرد. نه، اون هیچ وقت حرفی نمیزد. و کاری که قذافی اصلا کارش حساب نداشت، نمیشه گفت سیاست مدار بود، نمیشه، اصلا نه وزارت خونه داشت، نه وزارت نفت داشت، نه وزارت خارجه داشت، هیچی نداشت. یه رئیس قبیله، یه رئیس قبیله بود که اومد سر کار. اون وقت هم لیبی هیچ فطری بود در نقشه جهان ارزشی نداشت، مستعمری بود دست ایتالیایی ها، اونم نه برای خاطر ثروت و فلان اینها، برای خاطر که لب دریا اونا یه قدرتی داشته باشن. اصلا نمیشن لیبی چقدر بزرگی یا چقدر آدم داره ایتالیایی ها. ولذا این از اون قبائل وقتی که محمد قذافی شروع کرد مبارزه کردن با ایتالیایی ها، اصلا ایتالیا گوشتن رفتن باشم نجنگیدن، بودن این مال تو چیزی نداره، مال بچه این که ما کشته بدیم یا منافعی نداریم، مثلا ویل کردن رفتن. بعد از 5-6 سال اونجا نفت پیدا شد و کم کم شروع کردن آمدن و استفاده کردن. یه 10 سالیه 15 سالیه که این ثروتمند شد، یعنی بعد از 10-15 سال که سر حکم بود این ثروت پیدا کرده اینها و این قدر. ولی نه مدرسه رفته بود، نه سواد داشت. وقتی یه کتاب نوشته بود، کتاب سبز براش نوشته بودن، اون که بلد نبود، میگفت این از قرآن اهمیتش بیشتره و فایدهش بیشتره. اصلا سواد نداشت خودش و یه دیکتاتور بی سواد، رئیس قبیله بود. منتها سالی حدود این با پول امروزه 2-3 بیلیون دلار سالی پول نفت یا مفت دستش بود، هر کار دلش می‌خواست می‌کرد، ولی خوبم خرج نمی‌کرد. حالا کاش که لیبی یک مملکت آباد به حساب راحت
اینها رو دارن. نه همه کارمندای فهمیدشون همه ترکی از ترکیه آمده بودن و از ایتالیا بودن و از مصر بودن. خود مردم لیبی 5 6 میلیون آدمای دهقان بودن و باغدار اینها. خب اصلا در نتیجه گیریمون در دیوانگی کردی چی؟ اصلا روی هیچ مثلا شخصی نه وقتی که این سرصداهای اصل مطلب مصر بود که قیام شد، اول تونس بعد مصر، اینا که جلوه کرد و مردم هم امروز همه تلویزیون و اینترنت و اینها دارن، اینا رو دیدن مردم لیبی هم گفتن خب حالا نوبت ماست سرصدا کنیم. و این هم گفت که نه اینا همه القاعدن و القاعدن و اینا تروریستن و فلان، در صورتی که اصلا القاعده اونجا نفوذی نداشت. اینقدر دستگاه مخابراتی لیبی یعنی قذافی، دستگاه اینتلیجنس سرویسش یا ساواکش یا هر چی اسمش می‌ذارید، همه پولش در اونا صرف می‌کرد. تمام اینجوری که اون جعفرزاده که همین محافظ آقای خمینی بود در پاریس و بعد در قم و اینها اون کتابی نوشته، میگه اصلا دستگاه اینتلیجنس سرویس لیبی هیچ جا نداره. دو نفر یکی از بستگان ما رفته بود طرابلس، میگفت در هتل کسی اون نوکر هتلیه، اونی که آب میاره برات، اونی که جارو میکنه، همه اینا جاسوسای لیبی هست. یک کلمه حرف بزنی همونجور میگنن دیگه، آثارت هم نی. لذا یه ده روز رفته بود برای اینکه معامله نفت بکنه، یه ده روزی که مونده بود به عنوان اینکه من در بیروت یک کاری دارم برم، اگه میگفت من میخوام برم از اینجا دیگه نیام، نمیذاشتن اصلا بره دیگه. یک تشکر از نکاتی که فرمودید در مورد گزای فعلی لیبی، ما میخواستیم ببینیم که نتیجه گیریمون در ارتباط با کشته شدن امام موسی توسط قذافی نتیجه گیریمون چیه؟ پس این مسئله شخصی بوده یا اینکه جنون خود قذافی آدم دیوانه بود؟ گویا آقای امام موسی صدر یه جواب سفتی رو داده بود، یه سؤالی کرده بود یا یه حرف انتقادی کرده بود، ایشون جواب محکمی داده بود و این گفته بود آقا ببرید ایشون، بردن و کشتن و اصلا آثارش هم نیست. ولی بعد وقتی سر عقلش اومده دیده بد کاری کرده، جواب نمیده دیگه، کسی هم جرات نداشت ازش بپرسه آقا کجاست، هیچ نمی، کسی حرفی نمیزد و صحبت نمیکرد. و تا حالا اخیرا که فشار آوردن بهش، حدود گفتم قبل از شروع جریان، قبل از این جریان گفته بود من دستور ندادم ایشون رو بکشن، من گفتم برن ایشون و ایشون رو سربازا کشتن، من اطلاعی ندارم و نمیدونم کجا هست و فلان، اینجور جواب بده. نه الحمدلله آه امام موسی صدر گرفتش و مسلماً عنقریب اون هم باید محاکمه بشه و از بین بره انشاءالله. قضیه امام موسی صدر و لبنان بسیار مبحث شیرینی است برای کسانی که اطلاعات منطقه‌ای دارن. این است که ما مزاحمت میشیم، هی دائم سوال می‌کنیم. می‌خواستم بفهمید که در صورتی که به قول اینجا یا هایپوتتیکلی به صورت تصور اگر این اتفاق نمی‌افتاد و امام موسی صدر زنده بودن، با توجه به نقش رهبر فعلی حزب الله در منطقه و روابطشون با حکومت ایران، روابط امام موسی صدر با حکومت فعلی ایران شما چگونه پیش بینی میکردید که باشه و نقش ایشون در جمهوری اسلامی؟ آقای امام موسی صدر مرد دانشمند، دنیا دیده، جهان دیده، با تجربه، خانواده، ژن صحیح، تربیت درستی رو داشت که کمتر اشتباه میکرد و مثل بعضی از روحانیون نه خرافاتی بود و طرف راستی بود و نه اشتباه میکرد و مطالبی رو میگفت بر علیه مثلا مقام روحانیت، نه من با تجربه بود. لبنان را حفظ میکرد بهتر و سیاستش بهتر بود و با ایران هم همونطور که قبلا هم ایشون تماس های خوبی داشت، با جمهوری اسلامی هم همکاری میکرد و استفاده میکرد و کمک میکرد و ایام جنگ مسلماً خیلی کمک میکرد به ایران، ساکت نمیمون. مرد مبارزی بود. نمیفهمید که به علت روشن فکر بودن فکری ایشون با دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر اگر ایشون زنده بودن کانفلیکت ایجاد میشد، اختلاف نه. ایجاد. ایشون بالای ابر میرفت که وقتی بارون میاد تر نشه، خیلی وارد بود، درنگ بود. بنابراین سپاسگزارم که در این زمینه من هم